رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکسون از نیوجرسی ما رو همراهی میکنن. آقای قرشی خیلی خوش آمدید. رئیس بانک مرکزی میگه این قیمت ها واقعی نیست، دلار در بانک ها به قیمت اصلی ارائه میشه، ولی واقعیت بازار چیز دیگه میگه. آقای قرشی این نظر رو چطوری ارزیابی میکنید؟ با سلام خدمت شما و بینندگان. نادرست میگن خانم، این حرف بیپایه ایست. اینا زورشون رو زدن بانک ها، اومدن ارز نیمایی 28 هزار تومانی دادن، دیدن کلی پول 6 میلیارد دادن، دیدن هیچ فرقی نمیکنه. اومدن نمیدونم ارز توافقی گذاشتن، صفی تشکیل شد و فسادی پا گرفت و هر کسی یک کارت ملی برداشت رفت تو صف وایستاد. زورشون رو زدن. این که نمیکنه بازار تعیین کننده است. بانک ها اینا توانشو ندارن جز این بکنن. و واقعیت اینه که به دلایل مختلف قیمتی که بازار، تازه حتی قیمت بازار همین 46 هزار تومان هم احتمالاً سقف قیمت نیست، در آینده نزدیک بازم بالاتر هم خواهد رفت. نه این هیچ بازاره که قیمت رو درست داره میگه، نه صحبت هایشون. بلکه بانک ها نمی کنن این چیزی که ایشون میگه. بانک ها کجا؟ هر جای بانک هست بگن که مردم برن، جایی نیست، پول ندارن تو بانک ها که بدن. این که حرفی میزنن واقعا که اصلا پایه نداره و نادرسته. آقای قرشی، رئیس کل بانک مرکزی ادعای دیگه هم داره که میگه که جریان قیمت ساز داره قیمت ها رو بالا میبره. به نظر شما منظورش از این جریان چیست که میتونه از اصلی ترین مراجع اقتصادی یک کشور هم قدرتش برای تعیین قیمت بیشتر باشه؟ خود شما جواب ایشون رو دارید. اگه اینجوری اینا باید برن استعفا بدن برن. آخه این جریان قیمت ساز چه قدرتی داره که این آقایون با این همه زورشون نمیتونن؟ خانم، نه تنها این جریان قیمت سازی در کار نیست، صحبت هایی هم که ایشون میکنه راجع به دلار در نمیدونم هرات و سلیمانی و اینا، این به عکسه. تهرونه که قیمت اونا رو تعیین میکنه. به یه دلیل ساده، کل ارزی ها اینا میگن که نمیدونم امریکا فلان کرده که جلو ما رو بگیر. نه والا، امریکا هدف امریکا از اون چیزی که تو عراق کرده مستقیما ایران نیست. این سازمان های تروریستی هن اونجا که پولشویی میکنن. ببینید کل پولی که از عراق میاد به گفته خود اینا یه چیز حدود ماهی 100-150 میلیون دلاره. روزی 300-400 میلیون فقط صادرات غیر ارزی و واردات ما تو تهران هست. بهش درآمد نفت هم اضافه کنید. اصلا اون پولی که از عراق میاد عددی نیست خانم که بیاد تاثیرگذار باشه. اون بازارهای اون به اصطلاح کشورهای همجوار از تهران نرخ میگیرن، از بازار تهران نرخ میگیرن. اون نرخ اونا پیش بینی میکنن که نرخ تهران بالا میره، اونا بالا میبرن. این نیست که اونا بالا میبرن نرخ در تهران بالا میره. علت بالا رفتن هم نه تحریماست، نه حرکات امریکا توی عراق یا حتی تو دبی که حالا کمی ایران بیشتر پولشویی میکنه توش. تورم 40% یعنی اینکه قیمت 40% میره بالا. شوخی نداره. وقتی تورم 40%، وقتی بودجه کسری عظیمی داره، وقتی که همه میدونن که دولت باز باید پول چاپ کنه چون همون درآمدای توی بودجهش هم همه تقلبیه، نمیدونم مالیات و اینا هیچ کدومشون واقعی نیست، خب مردم میفهمن اینا رو چیکار میکنن؟ قیمت دلار میره بالا. دلیل اصلی اینه، سیاست های غلط اقتصادی و سیاسی دولت جمهوری اسلامی این مقصر اصلی است.